السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دوستای عزیز، آیه ای که به حضور شما تلاوت شد در سوره مبارکه بقره است و هرگاه آیات قبلی از این آیه را ببینید، شأن انسانان منافق را برای ما شما به بیان می‌گیرد. میگه هرگاه برای انسانای منافق گفته شود که اتق الله، از خدا بترس، فساد نکو، غلطی نکو، جنایت نکو، اخذت العزت بالاسم، یک بار حمیت جاهلیتش شان و شوکت و چوکیش بادارش میکند در مقابل کلمه حق استاده شود. بعد پیام هم بسیار واضح است که در زمین فساد نکنه. فساد چه وقت می شود؟ هنگامی که زمین جور شده باشد، صالح شده باشد، بعد به عقیده خراب، به عمل خراب، به اخلاق خراب و چیز جور را تخریب بکنه. و کسی می آید دیقان که دیر خراب نکن، در ما بین از این کرد نگن، گل را نشکنم، حیوان رو نکش. اگر میکشی در حقیقت تخریب میکنی، ایره فساد میکنی و ای از امو قدرت و جایی که دارد زورش میده که چرا بر من میره میگی، چرا بر من دستور میده که ای کار نکن. ای آیت که خلاص میشه، بعد ای آیه تلاوت شده میاد: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. و مسلمان ها در دین پوره پوره داخل شد. خب چرا این آیت ایجا می آید؟ به خاطر که آیه قبلی در شأن منافق است و منافق قبول دین را در ظاهر کرده است و می گوید من مسلمان هستم، ولی دین را تقسیم کرده است، به یک بخشش عمل می کنه که منافعش است، به بخش دیگری که در اوجا پاسخ باید بدهد، جواب باید از کردار خود بدهد، در اوجا باز خود به محاسبه تقدیم نمی کنه. میگه که من غرض نگی، من هر رقم که خواستم و خوشم می آید زندگی بکنم. به تعبیر دیگه عرض بکنم، اسلام مجموعه از احکام الهی است که توسط حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم تعلیم، تمثیل و عملی گردیده تا رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما و رابطه ما را با مخلوق تنظیم کند. این دین کامل است، شامل است، ابدی است، الهی است. این صفات از این دین است. کامل است به این معنا که این چوکات جور شده است از طرف خالق کائنات. مولوی صاحب و پاچا صاحب و فلانه و دستانه حق مداخله را در این سیستم ندارد. این باید تطبیق شود. کار مولوی صاحب، کار پاچا، کار ما شما چی است؟ که زمینه را مساعد بکنیم به تطبیق حکم شرع. به طور مثال
همین نماز فرض الهی است که امروز ما شما ادا باید بکنیم. در اقامه نماز، در وجوب نماز، در لزوم نماز جای برای ما نیست که صحبت بکنیم که اصل نیست. کار ما توی است که هر کدام ما به سهم خود ما چی کاری بکنیم که این نماز مقبولتر ادا شود، زیباتر ادا شود و مسلمان ها با آسانی به طرف نماز رو بیارن. سهم ما شما در اینجا چی است؟ یک نفر میگه وقتی مردم به مسجد میاد که مسجد پاک باشد، او میاید چیزی که در مسجد افتیده است، در راه افتیده است، او را بر میدارد. چرا برش میدارد؟ تا زمینی غرور تو خوبتر مساعد شد. یک نفر دیگه ما میایم وضو میگیریم، بعد میگم روز جمعه است ولو که گرمی است، ما آب کم مصرف میکنم تا نشود که آب کم شود و یک برادر ما با کمبود آب رو برو شود. سهم تو ما قبول، سهم ما به عنوان کسی که صحبت میکنم در ادای نماز خوب است که آمادگی بگیرم. همینجا که میایم که تو خود قبلا بیاندیشه ما برای شما چی باید بگویم، کدام کلمات به تو انتقال بده که تعلق تو را با خدا خوب کنم، تعلق تو را با خودت خوب کنم، تعلق تو را با مخلوق خدا خوب کنم. چی سهم را ما ادا کرده میتونم؟ حکومت تلاش میکنه که اینجا امنش گرفته شود، فضایش را با امن بکند، تو به طیب خاطر بیای نماز بخونی، کلن سهم بگیریم در ادای تسبیح، عمل، حکم شرعی. مشکل از کجا پیدا می شود؟ مشکل از این پیدا می شود که ما یگان بار اسلام را یک چتر بزرگ فکرش نمی کنیم. اسلام را به تعبیر خودم، به دیدگاه خودم کوچک تعبیر می کنم، خرد می اندیشم و نظر خود را کل دین تعبیر می کنم. تو را وادار می کنم که چیزی که من میگم او صحیح است و او را باید بپذیری. اگر مطابق با قول ما کس دیگر صحبت کرد، او صحیح نیست و او باید برداشته شود. نقص از امیجاست. ما تعدد آرا را احترام نمیگذاریم. چرا نمیگذاریم؟ به خاطر که اشتباه از یک جای دیگه هم سرچشمه میگیرد، که ما حکم شرعی را به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دستش ثوابت ماست، لا يتغير ولا يتبدل، هیچ وقت تغییر نمیخورد. پاچا، رئیس جمهور، افراد، هیچ کس نمیتونه در او حکم تغییر بیاره، او باید همونطور باشد. قضای مؤمن بهی است، قضای فرائض و واجباتی که به نصوص ثابت است. عزیزان، ثوابت ما 10% حکم شرعی ما را در بر میگیرد، 90% متغیرات ماست. حکم است، متغیر است. ای احکام متغیر، شما فقه اسلامی را خلاص بکنه، شامل مباحث عبادات است، شامل مباحث خانواده و اسره است، شامل مباحث معاملات است، شامل مباحث زواجر و حدود است. یعنی وقتی که تو بحث بکنی چقدر کلام می شود. وقتی که داخل فقه اسلامی شوی باز می بینی که اجتهاد است و اجتهاد زمینه را باز گذاشته است تا حکم شرعی به حسب مطابقت زمانی و مکانی باید تعبیر شود و زمینه مساعد شود برای رشد جامعه انسانی. جامعه انسانی باید رشد بکند، از نظر اقتصادی باید رشد بکند، از نظر فرهنگی باید رشد بکند،
از نظر علمی باید رشد بکند. کلن علما و مجتهدین مکلفیت دارند که قضایا را در این لابلا تحلیل بکنند و همیشه به حسب واقع پیام دین را عرضه بکنند. از این خاطر است که ما با تعدد مذاهب روبرو هستیم. چرا مذاهب زیاد است؟ مذاهب زیاد بودنش به خیر ماست، اختلاف فقها به خیر ماست، اختلاف فقها کردن بستر عمل دینی را به ما کلان کردن، زمینه تطبیق حکم شرعی به ما آسان شده. شکست ما از اوجا شروع شد که ما ثوابت امام ثوابت بود، متغیرات امام ثوابت شد. ما او وقت بدبخت شدیم که دیگه جمود سراسر فکر ما را گرفت، نقد و تحلیل از ما رفت. چند روز پیش کنفرانسی بسیار بزرگی بود به نام سمپوزیم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، هزارها نفر شرکت کرده بودند. ما خوش بودم که در اونجا بحث‌های اصلی و عمیق مطرح شود، چیزی که ملت ما با اون نیاز دارد و مردم ما با اون نیاز دارد. هرگاه شما به کتاب‌های مذاهب دیگر، خصوصاً به کتاب‌های تفسیر و حدیث مراجعه بکنید، در اونجا یک کلمه را آدم روبرو میشه به قال اهل رأی. اصحاب رأی چنین گفتن، این مسمت نیست که یک تعداد که ظرفیت علمیش ضعیف است ما را با او طرف تعبیر میکنه، یعنی احناف، یعنی اهل رأی. اتو نیست. اهل رأی کسایی که تلاش میکنن، زحمت میکشیدن تا دین خدا به شکل از اشکال خدا نخواسته عاطل نماند. باید دین خدا تطبیق شود و زمینه تطبیقی از او را باید مساعد بکنید. ببینین عزیزای، رکود و جمود ما را کشان به طرف چی؟ به طرف چی که طبیعتاً دین در انزوا بیاید. طبیعتاً چرا؟ جامعه به طرف رشد روان است، تو بخوای نخوایی کاروان پیش می رود. اگر تو تطویر نکنی، اجتهاد نکنی، می مانی از کاروان که عملا ما شما مانده. چی رقم مانده؟ در فقه اسلامی ما در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هدایه را خلاص می کنی، در اوجه باز می خوانی که اگر اسب یک نفر در آخرش استاد بود و یک نفر پایین شد و او را قتل لغت زد، سر صاحب اسب جرم است یا نیست؟ اگر اسب در راه بسیار کلان روان بود و یک نفر را قتل لغت زد چی می شود؟ اگر اسب را در یک کوچه بسیار تنگ و پرمزدحم بردی و کسی را زد قتل لغت، جزای چی می شود؟ اسب در اون زمان چی بود؟ بهترین متعب. ما اما تو منجمد شدیم، تطویر نکردیم، تحلیل نکردیم. بلک ها متر در اونجا میگرد، از مولای سای پرسان میکنی بیا وطندار جواب بکن. اگر یک نفر را پیش گراشم زدم چی میشه؟ اگر از اشاره از ترافیک سرخ تیر شدم چی میشه؟ اگر من تیر میشدم و یک نفر را من پیش رویم در امو وقت چی میشه؟ نکردم عزیزای، که نکردم علی دولت و وزارت داخله دیگه دست بلاشه به من میشد که مولای عبدالسلام چی میگه؟ کار خود کرد.
و انتقال داد قانون رو از دیگه دنیا گرفت سرما تطبیقش میکنه به نام قانون طرف. ولی مجرم ما هستم یا پلیس؟ مشکل خود ما هست، زیرا ما ندادیم برش. عین شکلش در صحت عامه ما قواعده که چگونه دکتر با مریض معامله بکند، تعامل بکند، کدام قوانین را برش ساختیم؟ فقهای گذشته ما خوب اما قنی فهمیدن، چون مطابقت با واقع بود. دکتر می آمد نبض یک مریض را می گرفت، بعد از او با تداوی خودم می گرفت. دکتر هیچ وقت در او زمانه در درون زیر جد مداخله نمی کرد، هیچ نمی کرد. احکامشان که داده به امون انداز است، ولی اکنون خود تفاوت کرده است. اگر ما بحثی را بگیریم با این عنوان برویم، تبیز که ما به تجدد رو میاریم و نقد ما بر یک موضوع دیگری به معنای بیادبی در مقابل فتوای گذاشته نیست، به معنای کوچک شمردن تلاش عالم سابق نیست، بی حرمتی به او نیست، بلکه در حقیقت نمی خواهیم دین عاطل شود، زیرا دین ما زندگی ماست، دین ما منهج حیات ماست، دین ما برنامه ارتباط ما با خدا و با خود و با مخلوق خداست. انگامی که قرآن میگه که ادخل فی السلم کافه، در دین پوره داخل شد. کافتن صفت است برای سل. حالی اگر ببینی که دو قرائت است، فی السل فی السل، جمع از علما در تعریف سل، امام قتاده، مجاهد، زید، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، اونا زیر میگن که ادخل فی الاسلام کافه، در اسلام پوره پوره داخل شد. چرا؟ اسلام دارای شعبه های متعدد است، بسیار زیاد از شعباتش، و خود تعبیر می کند رسول علیه السلام، الاسلام بدع و سبعون شعبه فافضلها کلمه لا اله الا الله و ادناها اماته الاذى عن الطريق. اسلام افتاده چند شعبه است؟ بلندترین قریش توحید است، کوچکترین کاری که در دین است سنگی که در رای مسلمان است را بردار. گوش کنی تو در جامعه که زندگی میکنی به یک نفر آسیب میرسد و چیزی است که یک نفر سرزو آسیب میبینه و تو در او بیتفاوت بوده باشه، ببینی که دین نقص میکنی. تعبیر دین اشتباه است. تو مسئولیت داری در رابطه با یک سنگی که پیش روی مسلمان است. تو باید برخورد بکنی برای امن مردم، آسایش مردم، خوب زندگی کردن مردم. عزیزان، از این خاطر است که ما در فقه اسلامی یک بحث بسیار جالب داریم. یک جای میگیم که بیع فاسد است، یعنی خرید و فروش فاسد است. خب چرا فاسد است؟ باز میگیم به خاطر فاسد است که در اینجا یا ایجاب و قبول صحیح نشده که جا باطل میشه. فاسد چه وقت میشه؟ هنگامی که جنس معلوم نباشد، قدر معلوم نباشد، زمان معلوم نباشد، مکان تسلیم معلوم نباشد، این بیع فاسد است. تو که میگی برنج خریدم، کدام برنج؟ باید جنسش معلوم کنی. اگر جنسش معلوم نکرده باشی بیع فاسد است. وزن باید معلوم بکنی چند سی، زمان باید معلوم کنی در کجا چه وقت، مکان تسلیم دهیر معلوم کنی کجا تسلیمش میکنی. اگر این کار نکردی باید فاسد است. باز میگه چرا فاسد است؟ میگه به خاطر که این نبود از این شروط مفزی برای نظام میشود، جنگ پیدا میکنه، مسلمان کت مسلمان جنجال پیدا میکنه. هر معامله‌ای که مفزی برای نزاع شود و فاسد است.
این رفقه ها میگوست. باز میبینیم که از همین قواعد خود یک بار عقب نشینی میکنن. در امام میریم 20 رفعه را تحویل میتونم، ما یک ساعت خودم میشه، این نیم ساعت خودم میشه، این 15 دقیقه خودم میشه، ما 3 ساعت مصرف میکنی، 2 ساعت مصرف میکنی، 4 ساعت مصرف میکنی و کل ما شما 20 رفعه را داریم. مقدار او معلوم شد؟ نه. زمان معلوم شد؟ نه. و بیع فاسد است دیگه. خب چرا فقها این بیع را فاسد نمیگوید؟ چرا این را جواز میده میگه صحیح است؟ میگه بخاطر ازی که امی حمامچی امی را قبول کرد. نبود تعیین زمان و نبود تعیین مقدار مفزی برای نزاع نمیشه. که مفزی برای نزاع نشد فقه ها چی میگه؟ میگه من شروط خود عقب نشینی کردم. برو زندگی بکن. در جای دیگری میبینی که مفزی برای نزاع میشد میگم فاسد. پیسه را پس باید بدی. این معامله نشد. دوستای عزیز، دین ما وقتی که میگیم که ادخول فی السلم کافه، در دین پوره داخل شد. یکی از نقاط پوره داخل شدن ایست که تو سینه تا به اختلاف باز کن، سینه تا به اختلاف باز کن، منجمد نشو، خودخواه نشو که ما اصلا طریقی که ما پیش میبریم طریق است، خلاف از این نارواست. مذهبی که ما در روی اصلا این مذهب سید دیگه نارواست. قولی که ما میگم درست است دیگه نارواست. دعوتی که من میکنم اینی دعوت درست است دیگه نارواست. این دیگه غلط است. این کارو نکن. این حق تو نیست. عزیزان، امت اسلامی حیثیت گل دارد. رنگش مختلف، بویش مختلف، ولی زیبایی ها میده. مذاهب مختلف زیبایی ها میده، تنوع میده، تجدد میده و این به خیلی نیست. یک نفر است بستری خود پشت میکنه. چی میکنی؟ تبلیغیستو میرود. او برادر گرم، من کار تبلیغی را کرده نمیتونم، نه اوصلش دارم، نه خدا شاید از همه شجاعتش دارم که بر جاستات شم و تق تق بکنم و بگم بیا نماز بخوان، اتق الله، همه کار کرده نمیتونم. ولی یک برادر تبلیغی ما همی کار کرده، ده ها نفر را اصلاح کرده است، ده ها نفر را به طرف خیر خواسته است. ما چرا مخالفتش بکنم؟ بله، من مخالفتم روش دارم، میتونی که نداشته باشم، زیرا اگر مخالفت نمی کردم خواهم روش میرفتم. ولی مخالفت من تعریف شده است. در کجا سرش اختلاف دارم؟ یک نفر دیگری ما صوفی است، ذکر میکنم سبحان الله الحمدلله، من روش اختلاف شده داشته باشم، ولی در جای خود خود کار میکنم. زمینه را برای تعمیم دین، عمل دین خود مساعد میکنم. یک نفر ما جهاد میکنم، یک نفر ما نوشته میکنم، کتاب نوشته میکنم، در مجالات مختلف بحث میکنم. عزیزانی کلش که یک جای بکنی باز مشت بس به زور میشه. دقیق شده؟ کلش یک جای ما بریم به طرفی از اینکه چه کنه میتونیم اختلاف هم داشته باشیم، یک دیگر را نقدم بکنیم، ولی با یک دیگر زندگی هم نقد را علمی کنیم، نقد را دوستانه کنیم، نقد را با کینه، با کدورت، با حذف جانب مقابل نکنیم، تاپه ها را بر یک دیگری نزنیم، خارش کردن نکنیم. این بسیار کلان است، این بسیار کلان است. چرا این را خرب میکنیم؟ عزیزم، برادر گلم، والله کار ما توی است که مردم جنت ببریم،
و جنت به اندازه کفن است که هر قدر که ما زیاد ببرم به ما اندازه جایده ما بالا می رود. این جنت قفر نیست، ما مسیحی نیستیم. خب گفته بودن، گفت جنت پر شده، صحیح شد نیست؟ بنام گفت چی کنم؟ گفت یک پایه جای است، صحیح شد؟ ایتو نیست، جنت بسیار کلان است، بسیار کلان است. آخرین نفری که از دوزخ ما برد، آخرین نفر انگامی که وارد جنتش میکند، این طرف این طرف میبره و خداست چرت میزنه که این مقبولی و این زیبایی خدای عزانی کیست؟ الله میگه چقدر که چشمت کار میکنه از تو است، چقدر که چشمت کار میکنه از تو است. ما بر رفتن مردم به جنت مکلفیت داریم، ما بر رفتن مردم به دوزخ مکلفیت نداریم که مردم از دوزخ رای کده بره. تعبیر خود را درست کنه و صالحش بکنه. خوب ای را بفهمیم، عقیده ما شما امیست، عقیده اهل سنه و الجماعه که عصمت تنها از انبیاء است، تنها و تنها معصوم از گناه صغیره و کبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ابوبکر صدیق نیست، عمر فاروق نیست، عثمان غنی نیست، حضرت علی نیست. او برادر گرم، وقتی که اونا معصوم نشدن باز ما معصوم میشم؟ باز ما یکی در قرن 21 زندگی میکنم؟ در این بدبختی باز زندگی میکنم؟ ایتو نکنه. همه ما شما خطا داریم، همه ما شما اشتباه داریم، همه ما شما گناه میکنیم. از این خاطر توبو الالله جمیعا، الله میگه همه تان به طرف خدا برگردید. توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، جمیعا گفته بلا استثناء کل ما این کار باید بکنیم. پس وقتی که من اقرار میکنم من خطا دارم، خب دیگه اصلا چی میخوای برو برگردم؟ من میگم من اشتباه دارم، من خطا دارم. بهترین انسان ها کیست؟ اهدا الی عیوب، امی عیبای من را برای ما بگوید، ما او را دوست دارم. اللهم ارحم، حضرت ابوبکر صدیق میگه خدای رحم بکو، خدای رحم بکو به او برادر ما که عیبهای ما را برای ما میگوید، به او رحم بکو، دوستش دارم. عزیزم اگر میخوایم دین بیاید، یکی از نقاط داخل شدن در دین قبول اختلاف است. این را بپذیر. اگر گفتی که من نمیپذیرم، فقط خودم میکشم، زیرا اختلاف به خشم کردن تو از بین نمیره، به اوداج پندیدن تو از بین نمیره، به قهر و توهینی که تو میکنی و تاپی که تو میزنی از بین نمیره. اگر میرود، میرود که نمیرود سینه را خلاص کن، بیدید چیچ کار را شروع کرده، کدام طرف روان است؟ یکی از نقاطی که گفتم ادخل فی السلم کافه امیست، پورا در دین داخل شو. یعنی چی؟ یک مسلمان دیگر از دین خارج نده. گوش کنی، این دین را کوچک نکنی، این را کوچک نکنی. ادخل فی السلم کافه معنا چیست؟ که نقشه که تو داری این همه جانبه است، پیش روی تو همه جانبه است. باور به خدا داشته باشیم که هیچ کدامتون توان زیرا ندارین که دین را 100% تطبیق بکنیم، هیچ کدام این کار کرده نمیتونیم. نه مولای صاحبی کار کرده میتونه، نه ولی صاحبی کار کرده میتونه، نه مجتهدی کار کرده میتونه، نه رئی جمهوری کار کرده. هیچ کدام ما نمیتونیم دین را 100% خود تطبیق بکنیم. این را باور داشته باشیم. از این خاطر خدا بر ما میگه واتقوا الله ما استطعتم، چقدر که زورت میرسه از خدا بترس، چقدر که زورت میرسه، زیرا دین قله بسیار بلند را به ما تعیین میکنه، سیستم اهرامی داره. تو چقدر که میتونی بالا بری جای است،
چقدر که میتونی بری. خداوند متعال مانده نمیشه از ثواب عمل به موتون، هیچ مانده نمیشه. چقدر که تو کاری خوب بکنی الله پاداش میده. و توی را گفته نمیتی که من اعمال صالحه را ختم کردم دیگه پوره شد، نه، هر قدر که میتونی پیش بکنی. پس ادخلو فی سلم کافه، در دین پوره داخل شو و در همه شعبه هایش سهم خود را بگی، در همه شعبه های سهم خود را بگی. و رسول ما صلی الله علیه و سلم ایره به ما شما چه قضیبا تعبیر میکنه. مجلسی است، اصحاب کرام وجود دارد، پرسان میکند که امروز کی پرسان مریض را کرد؟ او بکر صدیق دست بلند میکنه که من. باز پرسان میکنه که امروز کی روزه گرفته؟ او بکر دستش بلند میشه. امروز کی امی اعمال صالحه را پیش میکند و دست او بکر بلند میشه. رسول علیه السلام برش میگه که او بکر، دروازه های بهشت همش برای تو باز است و هر دروازه برات میگه که از این طرف بیا. همه دروازه ها برای تو باز است، هر دروازه میگه از این طرف بیا. معنای دیگه ایره چی خم تعبیر میکنی؟ معنای دیگه ایش ایست که ما یکی به ما یک دروازه آسان است، دیگه ما دیگه دروازه آسان است، به دیگه ما دیگه دروازه آسان است. او برادر گل میگی رفتن به طرف جنت دروازه متعدد داره، خود به جنت داخل بکو. امو دروازه که بر تو آسان است امو را بکو، کوشش نکو که با او دروازه که از سطحت بالاست دو داخل شد. نمیتونی هر کاری که تو میکنی دروازه را برایت باز میکنی. از این خاطر یک تعبیر داریم، اهل تصوف را زیاد تکرار میکنند، میگن که الطرق الى الله بعدد انفس الخلائق. انسان هر یکی ما پیش خدا رای خدا داره، رای که ما پیش الله دارم رای تو دیگه رقم است. و یکی از نقاطی که متاسفانه در تصوف تعبیری غلط شده از پیشش این می نقطه است. ما از تصوف از سیستم تربیت کشیدیم به یک سیستم چوکاٹ بندی داخل شدیم، کل گیر یک چیز میگه، در حالی که تو نیست. مرشد مرید خود میبینه که به چی ضرورت داره، از کدام دروازه آسان رفته میتونه. تعدد طرق برش میده، تعدد درس برش میده، کل گیر یکسان چیز نمیگه. ما این سرچپه کردیم یکسانش کردیم، کل گیر یک درس میده. تصوف تربیت است و تربیت متفاوت است به حال نفر، به اقتضای نفر، به زمان نفر، به استعداد نفر. پس عزیزای ادخل فی سلم کافه، پوره در دین داخل شو. این را یقین داشته باش که هر کدام ما پیش خدا جایگاه خدا داریم، به حذف یک نفر خودت داخل جنت نمیشه، بلکه به گرفتن یک نفر خود داخل جنت میشه. جایی که حذف بیاید بفهم که دین غلط در کردی. از این خاطر در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم شما دو مثال را همیشه گرفتین. یکی مثال میگه که زن غلط و گناهکار میبینه که سگ تشنه است و در گرد چاه نفسک میزند و همی خاک که به اصلاح نمناک است امور به زبان خود میگیرد و این پایین میشه و بچه ها و در بوتش برای سگ آب میده. رب العالمین امی زنم میبخشد، امی رو میبخشد. سر کی رحم کرد؟ سر سگ. چی رقم رحمش کرد؟ اگر او نمیداد میمود. اگر تو باید یتیم رحم بکنی خدا تو را باز جنت داخل نمیکنه. اگر تو به یک معیوب رحم بکنی الله تو را جنت داخل نمی کنه. اگر تو به یک مستضعفی بیچاره رحم بکنی الله تو را داخل جنت نمی کنه. که به سگ داخلش میکنه، به تو که خلیفه خدا در روی زمین نیستی داخلت نمی کنه. عکس از او را باز ببینید، کسی دیگری
خوب سر خود ناز داشت، به شک کدام کاری کرده یا گوشتش شاید برده باشه، قارش آمده و قفلش کرد، از گرسنگی همین به شک مرد. الله متعال در مقابل ازی دوزخ رویش میکنه، با پشک دوزخ رویت میکنه. اگر تو یک مسلمان را از بین ببری، جای تو چی رقم خود؟ اگر مسلمان را بکشی چی رقم خود بود؟ جایگاه تو نازنین جان کجا خود بود؟ با پشک دوزخ روی میکنه، با انسانی که میکشی دوزخ روی نمیکنه. پشک بمرد در خانه کدام تغییر نمی؟ امتحان چی میگه؟ ولی یک پشک بود خوبیش بود مرد. اگر تو یک انسان میکشی، آهی که مادر میکشد دور دیدی؟ چیقی که میزند؟ آهی که خانمش میکشه او را دیدی؟ چیقی که دخترش میکشد دیدی؟ خواهرش که میکشد دیدی؟ او اشکار یک بار دیدی؟ او لفقانه که میبینی او را دیدی؟ او اطفال نازنین یتیمی که نمیدانه چی که پس پدرم فوت کرده، پدرم را کشته، چرا کشته؟ او سوال میکنه چرا؟ او را میدونی جواب بده؟ تو با کشتن از او میخوای جنت بری؟ والله همون جنت صد حرام میشه، والله اگه بری ای قمف نیست، با پشک دوزخ میرد، با انسان بکش جنت برو. عزیزم یک بار دینه بفهمیم، ادخل فی السلم کافه، دین پوره داخل شد، صحیح تعریف کن، به احساسات تعریف نکنی، خب به احساسات تعریف نکنی، آرام شو، یک تنها بشی، از خود پرسان بگی دین برای چی، چه هدف این دین دنبال میکنه، کجا این مردم را میبره، چی میخواهد برای این مردم. یه سوال بکن از خودت، تنها سوال کن، هیچ کس کتت نباشه. این دینی که برای تو میگه که اگر غیبت کردی غیبت، ولا یقطب بعضكم بعضا ای يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، یک دیگر غیبت نکنید، غیبت نکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلام غیبت را به موت تعریف کرده، از خود که تعریف موت نمی چلن. پیغمبر تعریف را ذکر که افا که به ما یک را این غیبت میگه، در ما یک صفت است، همون صفت در ما است. هرگاه تو در ورای ما او را میگی به مردم، اگر پیشوری ما بگی ما خفه میشون، این غیبت است. یکی از همسرای رسول علیه السلام قدش پخش بود، خانم دیگر شمت کرد، فمو آمد به اسلام، بلستک آمد، امیر گفت پیغمبر خدا دهنت بوی میکن، در درون دهنت گوشت مسلمان است. گفت من گوشت نخورم. نه تو یک بار چی کاری کردی؟ غیبت کردی. حال این غیبت گناه کبیره است و ذکر صفت را میکنی که او در برادرت است، اینقدر سخت میشه که دوزخ میری. بهتان تامت زدن و نسبت یک صفت برای یک مؤمنی که در وجودش از او نیست و تو به مردم میگی که است، از غیبت کده بدتر است و وارد دوزخ میشه. خب چرا میگم این امو شخصیتی از او را ناامن کردی، شخصیتی از او را ناامن کردی، امن را از شخصیتش گرفتی، از این خاطر گناه است. اگر جانش را بگیری چطور؟ اگر آبرو عزتش را بگیری چطور؟ رسول علیه السلام طواف میکنه مبارک، در طوافش میگه کعبه بسیار جایگاه بلند داری نزد الله، قسم به ذاتی که نفس محمد در اختیار یزوست، حرمت یک مؤمن از تو کده بیشتر است، آبرو و عزت یک مؤمن از تو کده محترمتر است نزد الله.
ولی از خود پرسند بکنیم که ریختاندن حرمت یک مؤمن به شما چقدر قیمت داره؟ از این خاطر رسول علیه السلام میفهمه که لیس المؤمن بالطعام ولا باللعان. مسلمان کسی نیست که لعنت میگوید، فحش میگوید، توهین میکنه، تحقیر میکنه، اذیت میرسونه. مؤمن نیست. با چی میگه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان واقعی کسی که از گزند زبانش و از دستش مسلمان ها مسئول باشد. این مسلمان او که اذیت میرسونه نیست مسلمان. بیره بفهم. پس وقتی که ما میگیم که ادخلوا فی السلم کافة، معنایش امیره میده که تو در کل موارد زندگیت وارد دین شو. غیبت نکنی، لعنت نگویی، تهمت نبندی، توهین نکنی، تحقیر نکنی. چرا کس را توهین میکنی، تحقیر میکنی؟ بخاطر که صفتی که در تو اصلا خوش تو نمیاد. از این خاطر است سینه تا خلاص کن، سینه تا خلاص بکن، بگذار که او بغیر سلیقه تو زندگی کنن، بغیر انتخاب تو انتخاب بکنن، بغیر زمان تو صحبت بکنن، بغیر فکر تو بیاندیشن، بگذارش دیگه. چرا وادارش میکنی که باید مانند تو گپ بزند، مانند تو باید سلیقه داشته باشد، با مانند تو بشین و با مانند تو خواب کنه؟ چرا ای تو میکنی؟ بگذارش که خود زندگی بکنه. عزیزای ای اصل ادخل فی السلم کافه، اصلی نقاط شمیز که از نظر اخلاقی خود جور کنیم، از نظر اخلاقی خود جور کن. به چشمت به کسی ضرر نرسانی، به گوشت به کسی ضرر نرسانی، به دستت به کسی ضرر نرسانی. صادقانه زندگی کن، امانتکار بوده باش، عفیف بوده باش، تحمل بکن. زندگی مسلمان از ما عیزایم در این صفات، صفات فردی است. این قید جای ما گرد میاد. اگر تو امی صفات در زندگی شخصی کوچکت نمیتونی بیاری، باز تو میگه من حکومت جور میکنم، با دعوه ازی نمیکنی که تو حکومت اسلامی جور میکنی با می گندگی. تو نمیتونی با امسایت زندگی بکنی، تو نمیتونی با دختر و پسرت زندگی بکنی، با اونا بو شدی. اونا نبود تو را دوست دارن که نباشی یک کمک خارم میباشه. تو میتونی یک کلان نظام را بسازی؟ ابدا نمیتونی بسازی، بلکه بدنامش میکنی، خرابش میکنی. ادخل فی السلم کافه ایره میده، در دین کوره داخل شو، از نظر اخلاقی داخل شو، از نظر تعامل داخل شو، از نظر عقیده داخل شو، از نظر عبادت داخل شو، کل چیز داخل بیار. و چقدر میاری؟ ما استطعتم. اگر بگوی صد درصد ما خدا جور میکن، نمیتونی. تلاش بکن که نمره را زیاد بگی. تلاش بکن. رب العالمین به حسب تلاشت بر تو پاداش میده. یکان بار اتو میبخشیده که در ذهنت نباشد، در ذهنت نباشد. تو رفته باشی در تاریخ چی را میگن؟ یکی احمد غزالیست، یک محمد غزالیست. این دو برادر است. محمد غزالی رحمت الله علیه از جمله شخصیت های بلند علمی است و به نام حجت الاسلام در چه میخوانه کتاب بسیار ارزشمندی دارد به نام احیای علوم الدین، که امروز ما و شما یک رشته داریم به نام روانشناسی. بنیاد علم روانشناسی را امام غزالی گذاشته است. او در حقیقت مؤسس از این علم است. زندگی عجیبی دارد. برادر دیگهش محمد احمد غزالی است. آدم بسیار دیندار و ظاهری بود. محمد غزالی وفات میکنه در سال 552 هجرت. برادرش او را در خواب میبیند و برش میگه که برادران الله با تو چی معامله کرد؟ گفت الله مرا با لطف کرمش، با مهربانیش مرا بخشید، با مهربانیش مرا بخشید. گفت چطور بخشیدت؟ گفت وقتی احیای علوم نوشته میکردم مگسی آمد
و ای می نوشید این رنگ را. گفت من دست خدا گرفتم باند که مخلوق خداست او را نگذاشتم که امو از بین برم و تشنه برم. الله عزیز می خواهد من را بخشید. ای تصنیفات ما، ای عبادت ما، ای چاگردهای ما، ای حج ما، یکیش هم مورد معامله قرار نده که برو. عزیزای یک بار بیاندیشیم که رب العالمین تو را چقدر در جامعه مثبت بودی سرزو می بخشید. در جامعه چقدر مثبت بودی، چقدر دست خیر داشتی، دست خیر چقدر داشتی، با اندازه که تو دست خیر داشتی الله با تو معامله نیک میکنه. از این خاطر در قرآن کریم نصارا را نکوهش میکنه و میگه که و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیه. میگه این نصرانی ها خیستن اصحاب چجور کردن؟ یک بدعت دوارد دین کردن که زندگی منزلی را اختیار کردن، جامعه را ترک کردن، در مغاره ها ششتن، با مردم سر و کار را قطع کردن، مشغول چی شدن؟ مشغول به اصلاح تسبیح های دراز شدن. ابتدعوها ما کتبناها علیهم، میگه ما این چیز سرش لازم نکرده بودیم، ما خواسته بودیم که اینا وارد جامعه باشند و خیر و تعاون را به مردم برسانند. ما ایره سرش خواسته بودیم، ایره نخواسته بودیم. باز میگه فما رعوها حق رعایتی، کاش که بازم انزوایش هم انزوای راستی میبود، ذکر خدا را راستی میکردن، اونجا خود از اون دکانداری جور کردن به نام ذکر خدا، به نام ازی و به نام ازی بر خود آیده جور کردن، مردم را فریب دادن، همون کارم صحیح نکردن. باز میگه رهبانیت هذا الدین، رهبانیت هذا المذهب، الجهاد. میگه در امت ما چی است؟ میگه رهبانیت امت ما گوشن شیستن نیست، بلکه نشر از دین است، حاکمیت از دین است، دعوت به از دین است. این کاری از امت است، کاری از امت ترک دنیا نیست، کاری از امت از دنیا استفاده کردن است، حرام کردن دور کردن از خود نیست، بلکه استفاده کردن مثبت است. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. کس کی این چیزایی که الله آفریده است، این گلهای مقبول، این زیبایی ها، سر خود کی حرام میکنه؟ بگو این از آن مسلمان است، از برکت مسلمان کافر باید بخوره. به تعبیر دیگه عرض بکنم، ما یک مثل داریم میگه دستم با آلو نمیرسه، آلو ترش است. نه، آلو را بگی، درختش از تو باشه، میوهش از تو باشه، در کاسه پر تو باز ببر، یک نفر گرار رو بایی که بر از این سیستم صحیح شد. اسلام این را میگه تو در درون قدرت اقتصادی بلند، قدرت علمی بلند، توانایی بلند، باز بخش به منفعت شخصیت نگی. میتونی که 5 کیلو گوشت کباب بکنی، باید دیگه نیم کیلو میخورم، 4.5 کیلو دیگهش در رای خدا باشه. صحیح شد؟ ای را دین میکنه. الله متعال فهم دین ما شما را صحیح کنه. رب العالمین ما شما را از مردم های بگرداند که دین را درست تمثیل بکنه، درست مردم را برش دعوت بکنه، درست تطبیقش بکنیم، به یک جامعه مرفه، زیبا و آباد داشته باشیم، بتانیم با هم به عنوان یک برادر زندگی بکنیم، اختلاف را طبیعی بکنیم، دوست داشته باشیم برادر خود را، ولو که امرای ما اختلاف داشته باشیم، را دوست داشته باشیم، بتانیم با او به عنوان یک مؤمن دست بدیم. امیتوان را الله به ما بدهد. دعا بکنیم خدایا در کشور ما امن و امان را استقرار بدهد. خدایا ما را به لطف کرمت از این بهبوها بیرون بکن. خدایا به لطف کرمت اتو امن را در کشور ما بده که از شرق به غربش بریم کسی تشویش نداشته باشه. اما تو امن را به ما بده که هرگاه به عبادت تو میپردازیم هیچ نوع حراس نداشته. خدایا تو به لطف کرمت حرمت اسماء و حسنایت فقری که ملت ما دارد یا الله او را به غنا تبدیل بکن، مریضی که دارن یا الله صحت کامل نصیبش بگردان،
خدای دین را توسط ما به گوشه گوشه دنیا برسان. خدای توسط ما یا الله دین را عزیز بگردان و ما را توسط از دین عزیز بگردان. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.